بازی رو متوجه شدن، مردمی که متوجه جریان شدن، اونایی که رفتن تحقیق کردن، بررسی کردن، پژوهش کردن، بدون تعصب قضایا رو نگاه کردن، نتونن دیگه حرف بزنن. داستان دایجان ناپلئون، داستان دایجان ناپلئون چی بود؟ اون مشخصم اون سریال ها رو خیلی از دوستاش شاید یادشون باشه یا کتابشو خونده باشن. شما بعد از سریال مشخصم هر وقت می اومدید توی ایران در مورد نقش انگلستان صحبت می کردی، بلا فاصله مورد تمسخر قرار می گرفتی. الان هم همین اتفاق افتاده. یعنی اگه حسن عباسی میاد اون صحبت رو در مورد اسرائیل میکنه، من ما امثال ما هم که میبینی صحبت رو میکنیم، از گوشه یعنی به گوش شنونده که ملت ایران باشن، این به قول معروف شنیده میشه که آقا صحبتی اینها که همشون یکیه. اما صحبتی که ما میکنیم چیه؟ صحبتی که جمهوری اسلامی میکنه چی؟ این خیلی مهمه. ما داریم میگیم طبق اسناد، طبق شواهد، طبق تاریخچه ها، جمهوری اسلامی مستقیما توسط اسرائیل داره اداره میشه، داره مدیریت میشه. برای چی؟ برای نابودی ایران، که حالا بهش میرسیم. یه مثال من واسهتون بزنم در مورد همکاری تنگاتنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل. بعد از همه اون اتفاقاتی که سپاه قدس یا همون سپاه اورشلیم، که سپاه جمهوری اسلامی که زیر نظر مستقیم اسرائیل داره اداره میشه، بعد از همه اون اتفاقاتی که انجام داد تو منطقه، توی دنیا، عملیات های تروریستی که انجام داد با پول ملت ایران هزینه کرد، چه توی یمن، چه توی سوریه، چه توی عراق و امثال اینها یا لبنان، یه مثال خیلی خیلی تازه و داغش تو جریان قره‌باغ که حالا البته اینو تو قسمت بعدی به طور کاملش می‌پردازم. مثلا تو جریان قره‌باغ دیگه بر کسی پوشیده نیست که تئوریسین جنگ قره‌باغ کشوری بود یا جریانی بود به اسم جریان صهیونیسم و اسرائیل، که همین الان امروز فرماندهان ارتش و سپاه جمهوری اسلامی هم دارن به این اذعان میکنن، دیگه دارن میگن این حرفو، دیگه دارن میزنن. اما یک سال پیش، دقیقاً یک سال پیش که این جنگ شروع شد، ما اومدیم تو رستاخیز سیمان اینا رو گفتیم. تا اون موقع کسی صحبت این مطالب رو نمی‌کرد. حالا اسرائیل میاد کمک میکنه به آذربایجان جعلی یا باکو یا ایران شمالی برای اینکه قره‌باغ رو بگیره. جمهوری اسلامی منافع ملت ایران رو زیر پا میذاره، میاد میره از آذربایجان یا باکو حمایت میکنه که اسرائیل به نقشش برسه. نقشه اسرائیل چیه؟ بتونه راحت بر چیز نفت و گاز دریای کاسپیان ایران رو که چندین ماه قبلش توسط اون رژیم حقوق دریای خزر از ایران جدا کرده و به باکو داده، اون رو بتونه استخراج کنه و مستقیم بتونه این رو کانالیزه کنه ببره توی اون شاهراهای نفت و گازی که خودش از قبل درست کرد. خب کی اینجا کمکش کرد؟ جمهوری اسلامی. شما دیدید امام جمعه ها یا این دلغک‌هایی که به اسم امام جمعه توی شهرهای مختلف ایران هستن که همشون زیر نظر علی خامنه‌ای هستن، یعنی بدون مشورت و دستور علی خامنه‌ای عصب نمی‌کنن. شما می‌بینید 4 تا یا 6 تا یا 8 تا از این امام جمعه ها میان بر علیه ارمنستان به نفع باکو فراخوان میدن. یه عده از هموطنانمون هم در تبریز و اردبیل هم به خیابون میان در حمایت از اونها، که البته بخش زیادیش نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بودن. خب به قول آخوندا مسئلتون آقایون اراذل و باشه جمهوری اسلامی، و شما مدعی این نیستید که اسرائیل با اسرائیل دشمنی، چرا کمک کردید به اسرائیل که قره‌باغ رو از کنترل ارمنستان خارج کنه و بدیدش دست یک پانترکی که هدفش نابودی کشور ایران در مرحله اول؟ یعنی اگر شما صحبت‌های رئیس جمهور باکو رو بشنوید در دیداری که با نتانیاهو قبل از جنگ قره‌باغ و بعد از جنگ قره‌باغ داشت، میبینید که اینا مدعی این هستن که ما بخش‌هایی از سرزمینمون، اونا میگن بخش‌هایی از سرزمینمون، سرزمین مادریمون زیر تسلط بیگانگان است و ما این بخش‌ها رو باید آزاد کنیم به کشورمون برگردیم. خب این بخش‌ها کجاست؟ یکی از این بخش‌هایی که اینا مدعی بودن قره‌باغ بود. دومین بخشی که اینا مدعیان استان‌های آذربایجان ایرانه. خیلی ساده، خیلی شیک، خیلی مجلسی جمهوری اسلامی راه رو برای اینها باز کرده تا اینجا بیان، که حالا امروز هم این مانورهای آبکی و پوشالی که داره جمهوری اسلامی توی اون مرز شمال غربی ایران انجام میده،
برای گام دومه که تو قسمت بعدی صحبتام بهش میپردازم. بنابراین خیلی خیلی خوشحال خواهیم شد به قول جناب کمالپور که این صهیونیست ها یا این یهودی های صهیونیست، ما با یهودیت مشکلی نداریم دوستان، اصلا ما با دین کسی مشکلی نداریم، ما با جریانی کار داریم که این جریان اون جایی که باید خودش رو مظلوم نشون میده، اون جایی که باید خودش رو به قول معروف پهلوان نشون بده، یه جوری دیگه نشون میده. یعنی میاد دروغ میگه که حالا ما بهش میگیم آنوسی، که البته نامش آنوسیه که توی سران جمهوری اسلامی هست. یعنی از شخص علی خامنه ای بگیرید تا بیاد به پایین محمود احمدی نژاد، لاریجانی ها و دیگر مدیران رده بالای جمهوری اسلامی، تمامشون یا آنوسی هستن یا وابسته به جریان صهیونیست هستن. اینجا اونجاییه که ما میخواییم این کرمهای ایران ستیز رو ملت ایران بشناسن، بدونم که دشمن اصلیشون کیه و شعارهایی که جمهوری اسلامی توی این 43 سال داده در حقیقت پوششی بوده برای اینکه من و شما ایرانی پشت پرده رو نریم بخونیم، نگاه نکنیم و پشت شعارهای جمهوری اسلامی به قول معروف استاپ کنیم، بمونیم دیگه، جلو نریم، نیاییم بگیم آقای علی خامنه ای شما مگه نمیگی مقبل اسرائیل، مگه نمیگی اسرائیل باید نابود بشه، مگه روز شما رو نابودی اسرائیل رو نذاشتی؟ خب چجوریه که شما میایید به اسرائیل کمک میکنی در شمال غربی ایران که بتونه اون کلیدورش رو یک دست کنه، راحت کارش رو انجام بده و میایید توی اون واگذاری دریای کاسپیان به نفع اسرائیل کار میکنی، سهم ایران رو از دریای کاسپیان واگذار میکنی به کشوری که 60% نفت اسرائیل رو داره میده. کی داره میده؟ باکو. از کی داره میده؟ از ملت ایران دریای کاسپیان که حالا توی جنوب ایران هم هست که توی صحبت بعدیم بهش میپردازم. اونم دوستان اگه کسی صحبت چیزی داره بزنه یه دست بزنه بیاد بالا تا به بقیه صحبت برسید. بفرمایید. ممنونم سعید جان، خدمت تو عرض کنم قبل از این جناب مهربانی جناب دکتر صحبت کنن من این کامنت رو بدم. اولا که این صحبت هایی که دوستان از ما میشنوید یه گوشه ذهنتون نگه دارید، هر جایی وارد شدید، چه در فیسبوک، چه در کلاب هاست، در اینستاگرام، در هر جایی که وارد شدید دیدید افرادی هستن که دارن از اسرائیل حمایت میکنن مثلا بر علیه جمهوری اسلامی، این پرسش ها رو مطرح کنید، بگید خب جواب این پرسش ها رو در رابطه با روابط جمهوری اسلامی با اسرائیل هم به ما بدید. در قبالش از دو مطلب هراس نداشته باشید، این که به شما انگ اسرائیل ستیزی یا یهود ستیزی بزنن، به هیچ عنوان نترسید. در قبال آزادی کشورمون ایران، در قبال سرنگونی جمهوری اسلامی، در قبال نجات کشور، ما ثابت کردیم در رستاخیز سیمرغ با هیچ فردی، با هیچ گروه و حزب و سازمانی، با هیچ کشوری، با هیچ دولتی که در روی کار اومدن روح الله خمینی، شیخ گرفتن جمهوری اسلامی و ماندگاری جمهوری اسلامی دست داشته و نقش بازی کرده، نه شوخی داریم، نه مماشات میکنیم، نه مسامحه میکنیم. ما فقط به یک اصل اعتقاد داریم، اگر اسرائیل خیلی ادعا میکنه یا هر کشوری ادعا میکنه که دوست مردم ایران هست، قطعا در فردای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی با یک شرط ما میتونیم روابطمون رو ادامه بدیم، باید مردم اینو بدونن، هوشیار باشن، احترام متقابل، منافع متقابل، اینکه خواسته باشن بیان مثل جمهوری اسلامی، هر حکومتی که همینجوری بتونن از تو لبلب برای مردم در بیارن و به مردم تحمیل بکنن، بعد بخوان بگن که فقط ما بدوشیم ایران و مردم ایران رو غارت بکنیم، نه، اصلا همچین خبری نیست. اگر ادعاشون میشه باید این سیستم رو یاد بگیرن و ما مردم ایران هستیم که باید گوش اینا رو بکشیم و بهشون یاد بدیم، چون اینا بچه‌ن. نسبت به تاریخ و تمدن ایران، شما وقتی با یک کشوری مثل انگلستان مثل اسرائیل برخورد میکنید، اینا خب کشورهای کوچیکی هستن، تازه به دوران رسیدن، چیزی ندارن، غول پوشالی هستن، مترسگ سر جالیز هستن که فقط دارن با بادکنک و با پنکه دارن تکونش میدن، اصلا کسی نیستن. چیزی که خیلی ها قبول ندارن، اگر آمریکا دستش رو از پشت اسرائیل برداره با صورت میره رو زمین، از یه طرف میگن تمام سرمایه دنیا دست یهودی هاست،
بعد همینجوری هر روز اسرائیل داره گدایی میکنه 1 میلیارد دلار برای خرید موشک‌های گنبد آهنین. آمریکا بده، آمریکا هم میده. پس پولت کو آقا، سرمایت کو. هی ما قدرتمند هستیم، قدرتمند هستیم، ثروتمند هستیم. کو پس این به قول آقای قاسمی همون چاهه است که دارن با سطل و لگن توش آب میریزن، چون چای فاضلابه، چای که خودش آب بده نیست. اینا رو دقت بکنید و نترسید، تراس نداشته باشید. جناب مهربانی و جناب دکتر، هر کدوم که صحبت دارید بفرمایید. هر کدوم از دوستان هم مطلبی دارن میتونن بیان روی استیج و صحبت بکنن، چه موافق چه مخالف فرقی نداره. دکتر صحبت کنم، من بعدا یه نیم ساعت دیگه صحبت کنم. دکتر جان بفرمایید. خواهش میکنم، سپاسگزارم، زنده باشید. امیدوارم دوستانی که هستن اون بخش آغازین گفته من رو شنیده باشن که اندکی پرداختم به پیوند یا ارتباط ایرانیان و یهودیان پیش از اسلام و کمک های بیشماری که ایرانیان، پادشاه و پادشاهان ایرانی به یهودیان انجام دادن. بخش دوم رو من میخوام یه اشاره بکنم به پس از اسلام. خب ما میدونیم که ایران اشغال میشه از سوی عربستانی ها برای 200 و خورده‌ای سال و از چارچوب برنامه امروز بیرونه که من بخوام به اون بپردازم. میدونیم که سراسر اشغال بود، کشتار بود، آسیب زدن بود و صدها هزار زن و دختر و پسر بچه ایرانی رو به عربستان بردن به عنوان برده. ما یک نکته‌ای که میخوام پس از اسلام اشاره بکنم تا روی کار اومدن اسرائیل، مسئله ایست به نام رویداد الله داد. چرا میخوام به این مسئله اشاره بکنم؟ این در بحث روابط میان ملت‌ها یا تیره‌ها بسیار بسیار مهمه، چون هیچ کسی نمیتواند بگوید که تا امروز ما در ایران به قول گفتنی آن چیزی که مانند آن چیزی که ما در بخشای گوناگونی در جهان داشتیم، نژادکشی یا نسل‌کشی نامیده میشه، ما در ایران نداشتیم. و ایران همیشه سرزمین ایمن یا امنی بوده است برای گروه هایی که در کشورهای خودشون مورد تعقیب بودن، کشته می شدن، شکنجه می شدن و به ایران می اومدن. نمونه های بسیاری هم داریم و بسیاری از یهودیانی که در گذر تاریخ، افزون بر اون یهودیانی که پس از کوروش بزرگ، پس از آزادی اونها به دست کوروش بزرگ در ایران زندگی میکردن و دیگه گوشت و پوست و خونشون ایرانی شده بود و ایرانی بودند و ایرانی هستند، یهودیان بسیاری هم از دیگر کشورها به ایران میومدن. ما حتی نمونه هایی رو داریم که در زمانی که یهودیان در اروپا کشتارهای گروهی میشدن یا برخی زمانها بهانه گیری میشد از یهودیان بخاطر که بتونن اموالشون رو غارت بکنن اروپایی ها، این یهودی ها فرار میکردن یا به عثمانی میرفتن یا به ایران میرفتن و نمونه های بسیاری هم داریم. ما در سده های 14 و 15 زادی یا میلادی یا عیسوی ما کشتار گسترده یهودیان اسپانیا و پرتغال رو داریم، پیش از اون کشتار یهودیان انگلستان رو داریم و خیلی ها شاید این رو ندونن که برای 600 سال گذاشتن پای یهودی بر روی خاک انگلستان ممنوع بوده از همیهنان گرام. یعنی یهودیان برای 600 سال حق نداشتن، چون انگلیسی ها میگفتن یهودیان خاک ما رو نجس میکنه. یعنی شما ببینید این حجم از انسان ستیزی اصلا شاید کمتر جایی دیده بشود. و در اسپانیا هم برای نمونه به یهودیانی که زنده بودند و اخراج میشدن میگفتن هر چیزی که با دستتون میتونین ببرید، یعنی تو دست بگیرید اون رو میتونید با خودتون ببرید. در بسیاری از کشورهای اروپایی یهودیان در جاهایی به نام گتو نگهداری میشدن، یعنی جاهای بسته‌ای که مساحت مشخصی داشت، مثلا صدها تن در اون مکانها ازدواج زندگی میکردن، حتی برای انجام مراسماشون، ازدواجشون، آیین‌های سوگواریشون، جشناشون باید به حاکم یا فرمانروا از پیش آگاهی میدادن وگرنه به سختی مجازات میشدن. ولی یهودیان
در ایران این مشکل رو نداشتن. در میان ایرانیان به ویژه پیش از اسلام با آزادی کامل زندگی میکردن. حالا رویداد الله داده، چرا من میام این موارد رو میگم؟ چون هیچ اسرائیلی یا هیچ یهودی که در حتی اسرائیلی هم نباشه در جای دیگه زندگی میکنه، نمونه نمیتونه بیاره که یهودیان در ایران برای نمونه نژاد کشی شدن، کشتار گروهی داده شدن و بهشون به ویژه پیش از اسلام به گونه سیستماتیک زیر فشار بودن. پس از اسلام هم خب میدانیم قوانین اسلامی بود و بزرگترین گروهی هم که در ایران زیر فشار بودن و کشته میشدن زرتشتیان ایران بودن. ما برای نمونه یک کشتار نسل کشی بزرگ ایرانیان رو داریم در پس از آمدن عربستانی ها به ایران که بیشینه مردم ایران زرتشتی بودن. بزرگترین کشتار زرتشتیان پس از این رو هم در زمان صفویه داریم که نزدیک به 900 هزار ایرانی زرتشتی کشتار میشن و داراییشون همه به غارت میره توسط صفویه. ولی و این قوانین هم برآمده از باورهای اسلامی بوده است. در 26 یا 27 مارس 1839 یا 6 یا 7 فروردین 1218 یک درگیری محدودی در شهر مشهد به وجود میاد که حدود 30 تن از هممیهنان یهودی ما کشتار میشن، یعنی کشته میشن و امام جمعه اون زمان یهودیان رو مجبور میکنه برای که مشکلی بیشتری براشون پیش نیاد همه مسلمان بشن. حالا چرا من این داستان رو دارم میگم، این رویداد رو دارم میگم؟ چون این دو مورد خیلی مهم در خودش داره. یک بحثی به نام مسئله تجزیه افغانستان از ایران رو داره از سوی انگلستان و مسئله دوم مسئله به وجود اومدن بحثی به نام آنوسی یعنی مجبور شدگان در ایرانه. این مسئله خیلی مهمه چون امروز زمانی که سخن از برادران لاریجانی می شود یک مأمور بلندپایه موساد مانند منوچهر ساچمچی با نام جعلی منشه امیر می گوید همچین چیزی دروغ است یا این رو رد می کنه که برادران لاریجانی تبار یهودی دارن و پدرشون مسلمان شده است. وقتی سخن از احمدی نژاد می شود یا سخن از مثلا حجاریان می شود یا سخن چه می دانم از نابود کننده یکی از نابود کنندگان اقتصاد ایران در اون دار دسته تروریستی مؤتلفه می شود یعنی عسکرولادی، مأمورین پارسی زبان موساد واکنش نشان می دن و تلاش می کنند که این قضایا رو توجیه بکنند و اینها رو یا رد بکنند یا دروغ بپندارند و برخی از این شبکه‌های فکستنی لس آنجلسی و غیر لس آنجلسی پارسی زبان هم در این مسئله به این ماموران بلندپایه موساد یا ماموران دونپایه موساد کمک میکنن. اولین نخستین کسی که در مورد رویداد الله داد نوشته یک مبلغ یهودی تبار عیسوی است به نام جوزف وولف که شهروند انگلستان بود ولی خب تبارش میرسید به یک یعنی پسر یک خاخام یهودی آلمانی بود. در سال 1831 این فرد برای اولین بار از مشهد شهر مشهد دیدار میکنه. بار دوم هم در سال 1844 یک برای بار دوم میره به مشهد. یک دیداری هم داشته با فردی به نام ملا ماشیا رهبر یهودیان مشهد که ایرانیان به اون ملا مهدی میگفتن. این قضیه خیلی مهمه. چرا بهش ملا مهدی میگفتن؟ چون اینا این افراد پس از این که در سال 1839 مجبور شده بودن در ظاهر مسلمان بشوند که این قضیه از دید من محکومه مجبور کردن دیگران به کنار گذاشتن اندیشهشون حالا هر باوری که داشته باشن، یهودیان در ایران که این هم تنها در شهر مشهد بوده حالت سیستماتیک نداشته که بگم در کل ایرانی اتفاق می افتاده، ولی خب اگر اتفاق می افتاده اگر هم موردهای پراکنده ای بوده گناهش به گردن قجرهاست و به گردن قوانین انسان ستیزانه اسلامی است. یعنی چیزی رو متوجه فرهنگ ایرانی نمی کنه. چون همونطوری که گفتم ما پیش از اسلام که فرهنگ ایرانی، دین ایرانی، باور ایرانی چیره بوده، ما همچین موردایی رو ما در ایران باستان نداریم. اگر کسی میتونه سند بیاره میتونه بیاره نشون بده. من هیچ برخوردی نداشتم با سند و مدرکی در این زمینه. این آقای ملا مهدی از کسان یهودیانی بوده که به ظاهر مسلمان شده بودند. دو تا نام اینها برای خودشون گزینش میکردن، مثلا در بیرون در کوچه و خیابون اونها رو موسا صدا میکردن، در خونه بهشون موشه میگفتن که همون موسا میشود که یک نام عبری است و
این یهودی ها نماز جماعت می رفتن، حج می رفتن، حتی کربلا می رفتن، هر روز در مسجدها نماز می خوندن، از مسلمان ها گوشت حلال می خریدن، ولی خب بیشتر در گزارش ها آمده اون رو به سگ و گربه های خودشون می دادن و از یهودیان آنوسی، یعنی اونایی که تظاهر به اسلام می کردن، از اونا گوشت کشر یا حلال می خریدن. و یکی از موضوع این مسئله آنوسی مسئله مهمی بود که من اشاره کردم. یکی از مهمترین مسائل مسائلیه که ملا ماشیا یا ملا مهدی، اونگونه که مسلمانان بهش میگفتن چون گمان میکردن مسلمانه، در گفتگوهاش با آقای جوزف ولف داره در سال 1844. اشارات فراوانی میکنه ملا مهدی به کمک هایی که یهودیان مشهد و یهودیان بخش شرقی ایران و یهودیانی که در افغانستان که بخشی از خاک ایران بود، از به انگلستان برای اومدن به درون افغانستان و پله پله تصرف افغانستان میکنن. حالا ممکنه کسی بگه خب جنگ های بزرگی که انگلستانی ها با ایرانی تباران افغانستانی داشتن، مثلا 10 سال 20 سال 30 سال پس از این روی داده. بله، ولی کمپانی هند شرقی در آغاز نیمد با جنگ اونجا نفوذ کرد. برخی از حاکمان رو فرمان روایان بله بفرمید پشمان فرمان روایان محلی رو خرید، به تدریج تونست در اونجا نفوذ فراوان پیدا کنه و زمینه رو برای تجزیه افغانستان از ایران فراهم بکنه. و یکی از مواردی که من میخواستم بهش اشاره کنم، شوربختانه کمک هممیهنان یهودی ما، همانند کاری که دروازه های شهرهای ایران ساسانی رو به روی عربستانی ها باز کردن، این بار هم کمک به انگلستان در تجزیه افغانستان از ایران است. من این بخش رو هم اگه پروانه بدید این بخش رو هم میبندم. البته ببخشید یه اشاره هم بکنم به یک بزرگمردی به نام عبدالحسین سرداری، کنسول دولت شاهنشاهی در پاریس، که در جنگ جهانی دوم که از سال 1942 تا 45 به درازا 41 42 تا 45 به درازا کشید، چند هزار تن از یهودیان ایرانی که وقت غیر ایرانی، یعنی به صدها تن یهودی اروپایی گذرنامه ایرانی دادن که بتونن جان اونها رو نجات بدن و اونها به دست نازی ها نیفتن و به دستور رضا شاه بزرگ بود دیگه. بله بله، یعنی شما ببینید اینطوری نیست که یک کنسولی سر خود، ببخشید بی ادبی نباشه، از روی دل خجسته و باد شکم بیاد یه کاری بکنه. ما وظایف کنسول ها رو میدونیم و کاری در این حجم که اگر آلمان ها میفهمیدن پیامد بسیار سنگینی برای دولت ایران و مردم ایران به همراه می آورد، 100% همچین کاری هماهنگ شده است، پروانش گرفته شده و با آگاهی دولت شاهنشاهی که شما به درستی اشاره فرمودین، کنسول ایران کمک کرد و جان هزاران یهودی رو در اروپا به ویژه در فرانسه نجات داد که بیشترشون هم طبق گزارش ها ایرانی تبار نبودن، یعنی یهودی فرانسه بودن، یهودی چه میدونم یهودی کشورهای دیگه اروپایی بودن و به سفارت ایران پناه می آوردن و درخواست کمک میکردن که ایران دولت ایران جانشون رو نجات بده. این بخش رو هم من میبندم. در بخش سوم اشاره هایی خواهم کرد به پس از روی کار اومدن اسرائیل، به شورش 57، کمک موساد به خمینی، ارتباطات گسترده تجاری اسرائیل با جمهوری اسلامی عبری عربی و نمونه های موردیش رو خواهم آورد که تا همین سال 2006 و 2011 و 2015 و اینا کشیده میشه، یعنی اینطوری نیست که یه بار بوده دو بار بوده تمام شده رفته، نه تا همین زمانی هم که داریم با هم صحبت میکنیم کما پیش ادامه داره. شگفت زده خواهید شد. خواهش میکنم باشید و با هم دیگر گفتگو داشته باشیم. سپاسگزارم از شما. بله دوستان عزیز، کسی پرسشی مطلبی چیزی داره خواسته باشه بیان کنه؟ بله جان مهربانی، الان امکان صحبت دارید؟ خب ظاهرا ایشون هنوز امکان صحبت ندارن. سعید جان شما چطور؟ خب ایشون هم مثل نیستن. ببینید دوستان، یکی از مطالبی که خیلی این صهیونیست‌ها و
افرادی که حالا به قول خود مثلا مهران جان 10 دقیقه رو دیگه باش به قول خودشون کسانی که در موساد و در سیستم‌های ارتش و نظامی و بخش‌های مختلف دولتی در اسرائیل کار می‌کنن بهش می‌پردازن، به خاطر اینکه به قول ما ایرانی‌ها خواسته باشن این حوادث رو از قبل از سال 79 میلادی خواسته باشن ماله بکشن، میگن به دلیل اینکه جامعه جهانی و کشورهای قدرتمند از قوی شدن ایران شاهنشاهی میترسیدن، اومدن کاری کردن، شرایطی رو مهیا کردن تا حکومت شاهنشاهی سرنگون بشه و این موج ایران ستیزی و حالا اونا خودشون میگن یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در دنیا رایج بشه. خب در 1979 که اسرائیل کسی نبود، که به قول آقای قاسمی توضیح داد بارها بارها ما در برنامه همون گفتیم تا 1979 تمام کشورهای عربی که دشمن اسرائیل بودن، رفیق نداشتن اصلا، یه سری از کشورهای اروپایی بودن و آمریکا. پس برای چی باید از اسرائیل میترسیدن؟ اسرائیل چه آسیبی میخواست بزنه به منافع اینها؟ چون خودش لهله میزد دنبال اینکه از یه جایی منفعت پیدا بکنه ببره، چیزی نداشت که خواسته باشه عاملی بشه منافع دیگران رو به خطر بندازه. پس این ما بودیم، یعنی در واقع ایران و حکومت شاهنشاهی و شاهنشاه آریامهر با اون اندیشه، تفکر و نگرش میهن‌پرستانه بود که برای حفظ منافع ملی کشور میتونست منافع کشورهایی که قصد غارت و یغما بردن اموال ملی مردم ایران داشتن و به خطر بندازه. بنابراین واژه‌ای به اسم این که خواستاشن ایران ستیزی را بندازن یک واژه فیکه، به دلیل اینکه سالیان سال و حدوداً 10 سال میشه الان که اینو ما دیگه جا انداختیم برای جامعه جهانی که آقا حساب جمهوری اسلامی از مردم ایران 100% جداست. این حکومت برخواسته از قلب اکثریت مردم ایران نبوده، نیست و نخواهد بود. ما الان مخصوصاً در این 3 قیام آخر اثبات شد به همه که آقا جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. در انتخابات مجلس شورای اسلامی با آماری که خود جمهوری اسلامی داد که اونم دروغه 11% شرکت کردند. در انتخابات ریاست جمهوری که اون هم دروغ گفتن 7% شرکت کردند از افراد واجد شرایط برای اخذ رأی. پس جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، یعنی مردم ایران قبولش ندارن. سال 57 هم همچین انتخابات با قوانین دموکراتیکی اتفاق نیفتاد تو ایران، یک انتخابات 100% سوری مهندسی شده بود. یعنی در 12 فروردین 58 وقتی اومدن صندوق رأی گذاشتن که مردم نظرشون رو بدن چی نوشتن؟ سوال مطرح کردن جمهوری اسلامی آری یا نه. خب آقا یک شخصی، حالا ما که بچه بودیم یا یه سری از دوستان که هنوز به دنیا نیامده بودن، ما که حق رأی نداشتیم، ولی اونی که حق رأی داشته رفت پای صندوق رأی، اگر جوابش نبوده باید به چه نوع حکومتی رأی میداده؟ پس نه که نوع حکومت نیست، که آری هم نوع حکومت نیست. اینجاست که اون مهندسی شده قدرتی که در 6 ماه تا 9 ماه که در فرانسه به یاران رولای خمینی آموزش دادن، افرادی مثل عبدالکریم لایجان نشستن قانون اساسی رو نوشتن و زدن زیر بغل رولای خمینی طبق دستور مافیا، اونها نوع حکومت رو تعیین کردن. خب پس حساب مردم ایران از سال 57 تا به امروز باید از حساب یک حکومت اشغالگر جدا بشه و این ثابت شده است. چرا این افرادی که فارسیدان مقیم اسرائیل هستن میان از این ترفند استفاده میکنن؟ به خاطر سیاه نمایی. الان واژه اسرائیل ستیزی که میگن چه کشورهایی به غیر از سردمداران جمهوری اشغالگر، کدوم کشور به اسرائیل میپردازه؟ کدوم کشور اومده گفته که آقا اسرائیل باید از روی نقشه پاک شه؟ کدوم کشور اومده گفته ما میخوایم حمله کنیم به اسرائیل؟ کی گفته؟ هیچ کس. پس اسرائیل ستیزی معنی نداره، ایران ستیزی هم معنی نداره.
بس فقط نابودی ایرانه. ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم ابزاری که مافیا ساختن برای اینکه بتونن بیان کشور ما رو نابود بکنن و تجزیهش بکنن ناقص بود و در یک مقطعی بعد از آغاز سلسله پر افتخار و ایرانساز پهلوی این ابزار کلن کنفیکون شد، متلاشی شد، نابود شد. اصلا یه همچین ابزاری وجود نداشت در ایران و این مافیا و کشورهای قدرتمند ضد ایرانی نمیتونستن تو ایران یه همچین کاری بکنن. در شرایط نابسامان دوران قاجار که بعد رضا شاه بزرگ میاد روی کار، 17 منطقه عملا در اختیار حکومت مرکزی نبود و حکومت مرکزی هیچ نقشی نداشت تو اون مناطق. ژاندارمری جرأت نمی‌کرد تو اون مناطق قدم بذاره. خب چه اتفاقی رخ میده؟ رضا شاه بزرگ عین 17 منطقه رو آروم میکنه، با کشدار بوده دمشگر، با هر چی بوده دمشگر، نذاشت ایران تیکه و پاره بشه. از میرزا کوچک جنگلی گرفته تا کردستان و تا خوزستان و هر کسی که شما بگین، تا قوچان، تا خود قم، اینا همه ادعای استقلال میکردن. تا عراق و اصفهان و خیلی جا ادعا کرده بودن که آقا ما میخوایم مستقل خودمختار باشیم. نابودشون کرد، تمام شد. بعد شما میبینی یه دفعه میکنه میاد تا 1320 پایه‌ریزی حزب دموکرات کردستان صورت میگیره. در اساسنامه حزب دموکرات کردستان در 1320 مستقیما نوشته یکی از اهداف تجزیه از ایران. خودشون امروز از مصطفی هجری، عبدالله مهتدی، عثمان زرقندی با نام جلی کابا انگن میگن ما اینو در 1358 اصلاحش کردیم. چرا 1358 اصلاحش کردید؟ حالا چرا 38 سال بعد حالا اصلاحش کردید چی گذاشتید به جای تجزیه طلبی؟ تجزیه طلبی رو برداشتن، واژه جدایی طلبی رو گذاشتن. آقا کجای دنیا شما دیدید وقتی میخواییم مثلا ما میخواییم دست عبدالله مهتدی رو از کتفش بکنیم، میگیم آقا میخواییم این دست تو از بدنت بکنیم، جداش بکنیم؟ کی گفته این جدایی طلبی ما نسبت به دست عبدالله مهتدی از بدنش به عنوان تجزیه اعضای بدن عبدالله مهتدی نمیشه متصور کرد؟ آقا 100% تجزیه اعضای بدن بابا رو داریم انجام میدیم. کی گفته جدایی طلبی تجزیه طلبی نیست؟ چرا 1358 تبانی با روح الله خمینی و مافیای جهانی چرا قبلش صورت نگرفت؟ شما میبینی از 1320 تا 1322 حزب دموکرات کردستان نمیتونه رشد بکنه، زیاد نمیتونه جون بگیره. 1323 میشه، حزب دموکرات آذربایجان، میر جعفر پیشه‌وری با آموزشی که کاگبه بهش داده بود از مسکو بلند میشه میاد توی تبریز. حزب دموکرات آذربایجان رو با اون سابقه مطبوعاتی هم که داشته و سرشناس بوده را میندازه. کاگبه تسلیحات نظامی در اختیارش قرار میده، پول آنچنانی در اختیارش قرار میده و شروع میکنن به قتل و غارت. یعنی اون بخشی از دامدارها و کشاورزانی که قبول نمیکردن در 5 استان آذری زبان ما تحت پوشش حزب دموکرات آذربایجان قرار بگیرن، اینها رو همونجا میکشتن. حالا یا تنها فقط مرد خانواده رو میکشتن، بقیه اعضا مجبور میشدن تمکین کنن، یا اگر تمکین نمیکردن کل خانواده رو میکشتن. خب 5 استان رو در 1323 اینها به دست گرفتن. شما برید کتاب‌ها رو بخونید، مطالعه کنید، ببینید قتل‌عامی که از نیروهای ژاندارمری توسط حزب دموکرات آذربایجان اتفاق افتاد چقدر بوده.
تا جایی که همه مجبور میشن دیگه تمکین بکنن، دیگه کاملا کار از دست حکومت مرکزی در میاد. چرا؟ قدرت ارتش اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی بود. در اواخر 1323 یا اوایل 1324 میر جعفر پیشوری از اعضای کادر رهبری حزب دموکرات کردستان دعوت میکنه برای اتحاد و همبستگی. تسلیحات نظامی و منابع مالی رو در اختیار حزب دموکرات کردستان قرار میدن. شما میبینید از اون تاریخ عملیات تروریستی و قتل و غارت و کشتار هم توسط حزب دموکرات کردستان آغاز میشه. خب نتیجهش چی میشه؟ خروجیش چی میشه؟ چرا در 1325 نفس مردم منطقه گلوشونو گرفت، داشت خفشون میکرد، مردم دست دادن به قیام، ارتش پشتشون ایستاد، اومدن وسط، 5 استان آزاد کردن. میر جعفر پیشه‌وری اون زمان در 1325 اسنادش موجوده، ما در کتابخانی در قصه راه شب این کتابو خوندیم برای شما دوستان، آوازخوان رقص بردگان، نوشته و مصاحبه های خود میر جعفر پیشه‌وریه و در بخشی از کتاب سقوط بهشت اثر آندرو اسکات کوپر هم اینو خوندیم، ترجمه آقای دکتر رضا طریزاده، این مطلب رو اشاره کردیم. در اون زمان در 1325 آقای میر جعفر پیشه‌وری از منابع مالیاتی که از 5 استان جمع می شده و در اختیارش بوده 10 میلیون تومان اون موقع رو ور می داره و دوباره فرار میکنه، میره مسکو و دیگه بر نمی گرده، تا همونجا می میره. خب این اتفاقات چی رو میخواد رقم بزنه؟ اینو ثابت میکنه به مافیا که آقا ما به این راحتی برای تجزیه ایران نمیتونیم به نتیجه برسیم. مردم ایران در طول تاریخ در بخش‌های مختلف تاریخ ثابت کردن ملتی هستن غیر قابل تصور و غیر قابل انتظار. در اون شرایطی که ما فکرشو نمی کنیم، برنامه ریزیشو نکردیم، دست به یک حرکتی می زنن که یه دفعه همه رو غافلگیر می کنن، سورپرایز می شن همه. بنابراین ما باید این ملت رو از چند جنبه نابود کنیم، داغون کنیم. در بحثی که در بخش نخست آموزش سیستم های امنیتی و جاسوسی پخش کردیم اینو توضیح دادم کامل چی کار باید بکنیم. باید اون ارزش ها و ایدئولوژی های میهن پرستانه شون رو نابود کنیم از داخل که هیچ عرق ملی نداشته باشن، چیزی به اسم ناسیونالیستی ایرانی در مخیله شون تکون نخوره، نجنبه. سنسوراشون رو برای همیشه روی مقوله خاموش کنیم، آهسته آهسته این قورباغه بندازیمشون تو آب سرد، زیرش رو روشن کنیم، آهسته آهسته در آب سرد پخته بشن که دیگه تکون نخورن. همزمان شما میبینید جمهوری اسلامی با روی کار اومدنش قتل عامو انجام داد. از روز اول، شب اول 12 فروردین در پشت بام‌های مدرسه رفاه قتل عامو شروع کرد. یعنی چی؟ یعنی مافیا و اون سیستم‌های امنیتی آموزش داد آقا برای تثبیت خودت همون موقع گربه رو دمجله باید بکشی. چیکار باید بکنی؟ سازمان CIA در نوفل لوشاتو 3100 خورده ای اسامی میده که اینا باید اعدام بشوند. انگلستان 1400 خورده ای نفر که اکثرا هم آخوندهایی بودن که به شاهنشاه آریامهر وفادار بودن و میگن باید اینا هم کشته بشوند. و در این وسط ما در همون ماهای اولیه تا زمانی که زنده یاد امیر عباس و عبیدا در دادگاه به رگبار بسته میشه، بالغ بر 7800 پادشاهی‌های قرص و محکم میهن‌پرست رو از دست دادیم. چرا؟ تثبیت حکومت. بعد دیدن نه بابا نمیتونن جلوی موج
پادشاهی خواهی رو بگیرن. چی کار کردن؟ گفتم اینی که بارها گفتیم، یک کار سیاسی با یه هدف جلو نمیره، همزمان یه تیر میزنن به منظور اینکه به چند هدف بخوره. جنگ چه عواملی رو، چه آثاری رو، چه منافعی رو برای مافیا به ارمغان آورد؟ یکیش هم این بود که مردم ایران سرگرم جنگ شدن تا سال 67. 67 قطعنامه قبول شد، 68 خمینی گجستک به درک واصل شد، همینجوری ادامه پیدا کرد، رفت جلو، شد 69 و مردم رو با آزادی اسرا سرگرم کردن. یه دفعه مردم سرشون آوردن بالا، دیدن در یک باطلاق فرو رفتن که تا سینه تو باطلاقن، نمیتونن تکون بخورن. تورم و رکود کمر مردم رو شکوند، روز به روز بدتر شد، نای نفس کشیدن رو گرفت از مردم. خب این یه طرف داستان دیگه، جرأت ندارن. سیستم رسانه‌ای چه در داخل چه شبکه‌های ماهواره‌ای، فرهنگ مردم ایران متلاشی کرد. متأسف نباید باشیم، باید منطقی فکر کنیم که بتونیم راهکار پیدا بکنیم، راه چاره پیدا بکنیم. با سیستم هایی که اینا ایجاد کردن، مردم دیگه پای برنامه تلویزیونی در که تو ایران ساخته میشد ننشستن، رو آوردن به برنامه های ماهواره‌ای. خانواده متلاشی شد، خانواده متلاشی بشه اجتماع متلاشی میشه و شد. خانواده‌ای که متلاشی بشه دغدغه ملی نداره، دنبال منفعت ملی نیست. یاد دادن پدر سر بچه رو کلا بذاره، بچه سر پدر مادر رو کلا بذاره، رفیق به رفیق بزنه، زن به شوهر خیانت کنه، مرد به زن خیانت بکنه. آموزش در طول این 43 سال داده شد و به بار نشست. امروز نوبت اینه که مافیا و اون قدرت‌های ضد ایرانی میوه‌شون رو بکنن. یعنی چی؟ همونطوری که عرض کردم، جامعه مستحکمی نداریم، خانواده مستحکمی نداریم. رکود و تورم تمام لایه‌های جامعه رو از هم گسسته. کرونا داره بیداد میکنه، در هیچ جای دنیا شما کرونا نمیبینی، ایرانه که هنوز این برگ خزون داره آدم میریزه رو زمین و اخبار دروغ و جعلی رو با آمار دروغی دارن منتشر میکنن. جنگی که الان فعلا شیپور قبلش رو شروع کردن دیگه، توش دمیدن با جمهوری ایران یا آذربایجان جلی، زمینه ساز اتفاقات بسیار بسیار بزرگیه. مثل قضیه یمن با عربستان که میگن جنگ نیابتی بین جمهوری اسلامی و عربستانه، جنگ بین جمهوری اسلامی با جمهوری ایران هم یک جنگ نیابتی با تمام قدرت‌هایی که میخوان ایران رو تکه و پاره کنن. که این وسط اسرائیل الان دقیقاً در اطراف کشور ما از جمهوری ایران، ترکیه، عراق، افغانستان، عربستان، امارات متحده عربی و پاکستان همه آمادن. یعنی شما اینجا این تصویرسازی رو در فکرتون ایجاد بکنید، چشماتون رو ببندید، یک گوسفندی وسط دور تا دورش گرگ‌ها و کفتارها جمع شدن و آب داره از لب و لوچه‌شون می‌ریزه. این تصویری از ایران امروز ماست. در بخش بعدی صحبت خواهم کرد. بفرمایید جناب مهربانی. بله، سپاسگزارم. سپاس از مهرتون. دو تا نکته، یکی در رابطه با موضوع تلمود هسته که دکتر روش اشاره کردش. من یک تئوری دارم برای این تلمود، حالا میتونه درست باشه میتونه اشتباه باشه، اون موضوع تئوری من از این برخواسته از ذهن من طبق تحقیقاتی که داشتم. من گمان میکنم که این تلمود، خصوصا تلمودی که در بابل نوشته شد، بابلون، و بعد شما دو تا تلمود داریم، یه تلمود بابلیونی هم داریم، یه تلمود اورشلیم داریم. تلمود اورشلیم بعدها نوشته شد، تلمود بابلیان که اون در واقع سر چشمه این
یاوه نامه های یهودیت هست، حالا تنخ اون بخشی که دکتر هم چندین بارش صحبت کردش. این در واقع من گمان میکنم یهودی هایی که اونجا در اسارت بودن که خب زیادم نبودن، چون ما پیش از این جریان بابیلون و کوروش بزرگ و آزادسازی بردگان اونجا که خب یک بخش هم یهودی بودن، ما زیاد در رابطه با تاریخ یهود چیز خاصی نداریم. همه چی از اونجا آغاز شده، یعنی همه چیز از تلمود بابیلونیان آغاز شده، پیشترش ما چرا چیزی نداریم؟ یعنی داستانهایی که مثلا با در مصر برای یهودیان افتاده و حالا داستانهایی که خودشون در رابطه با موسی یا همین موشه و صحبت میشه، اینا همه در اون چیز رخ داده، در اون مقطع رخ داده. پیشترش یعنی هر صحبتی هم که به قدیم، به تاریخ قدیم یهود میشه، در اون مقطع بابیلونیان رخ داده. دقت فرمودی؟ و اینجا بر من یه پرسش بزرگ هست که چرا به قول معروف گفتنی ما پیشتر از این بابیلون و تلمود بابیلون چیزی از یهودیت نداریم. من به این نتیجه رسیدم که اینها در اونجا اون بالاخره زیر فشار بودن، برده بودن، یه چند تا نخاله و نخبه پیدا میشه در اونجا و شروع میکنه تاریخ سازی کردن. و این تاریخ سازی از زمانی آغاز میشه که اتفاقا یهودیان اونجا به اوستا دسترسی پیدا میکنن. یعنی اوستا یک مجموعه بزرگی بود و هست، البته حتی اون موقع خیلی بیشتر بود، بخش بسیار زیادش در حمله تازیان سوخته شد و حالا بخشایی نجات پیدا کردم سینه به سینه در واقع ببخشید در حمله اسکندر گجسته سوخته شد، سینه به سینه اینها چرخید و در زمان ساسانی دوباره گردآوری شد و در زمان در واقع تازیان هم که خب دیگه اصلا نابود شدن و شروع شد دوباره سینه به سینه چرخیدن. حالا اینو دکتر بهتر میتونه توضیح بده، اما صحبت من اینجاست که اینها با توجه به شناختی که از اوستا یک مجموعه بسیار بزرگی در همه زمینه ها توضیحات به صورت علمی، دانشی، فلسفی، روانی و خیلی چیزهای دیگه بود در ایران، اینها تلمود اومدن از روی اون یه جورایی الهام گرفتن و شروع کردن به خزعبل نوشتن. و واقعا خزعبل ها، من نمیدونم چه چیزایی تلمود رو خوندم، من یک وقتی تلمود رو خوندم، وراثی درستی خزعبل بده. ضمن این که وقتی شما نگاه میکنید بسیاری از مسائلی که در تنخ هست و در تلمود هم یاد شده، یک سریش داستان‌های بابیلونیه، یک سریش هم در واقع در تنخ اون قوانین حمورابی هستش، چش در برابر چش نمیدونم فلانی هست. بنابراین اینها همه به من اینو نشون میده که اینها اومدن تاریخ سازی کردن، برای خودشون شجره نامه نوشتن که حالا اونو به عنوان یاوه نامه یهودیت، به نام حالا ما یاوه نامه های مختلف در مذاهب سامی داریم، یاوه نامه های اسلامی داریم و و و که اتفاقا این یاوه نامه های اسلامی باز برگرفته شده از یاوه نامه های یهودی هم هستش. اینو خواستم اشاره بکنم که این تاریخ سازی همه چیزش از بابیلون آغاز شد و ما پیش از اون هیچ چیزی نداریم. حالا اینا 5000 سال تاریخ برای خودشون درست میکنن، این 5000 سال از کجا در آوردن یه بحثی دیگه است. این یه نکته. نکته بعدی، اینها رو برای چی عنوان میکنم؟ برای اینکه شناخت بهتر و دقیقتری از این قوم بنی اسرائیل داشته باشیم، چون به راستی و درستی
اینها کمر به نابودی ایران زمین بستن به خاطر عقده ها و حقارت هایی که دارن و در پی اون اسرائیل بزرگ هستن که از نیل تا فرات هست، که اتفاقا این اسرائیل بزرگ نیل تا فرات از یاوه نامه به نام همون تنخ در اومده. حالا باز اینجا دکتر میتونه ببینم توضیح بهتری بده. در این یاوه نامه که اون بحث اسرائیل بزرگ هستش و اینجا نشون میده که اتفاقا سیاست اسرائیل چقدر مذهبی و مذهبگرا هست و در واقع مسائلی که اینها اجرا میکنن اتفاقا برگرفته از تنخ و تلمود هستش. یکی از همونها همین بحث اسرائیل بزرگ که در رویای خودشون از نیل تا فرات اینجا سرزمین قوم یهود هستش و نمیدونم اینها آواره بودن و میچرخیدن برای خودشون و حالا اون یاوه های مذاهب سامی. به هر رو این موضوع رو، این یک واقعیتی هست که در سیاست اسرائیل اینها از تاریخش هم یادم رفته، از تقریبا 40 خورده سال پیش پایه‌گذاری میکنن. حتی اون بحث صهیونیست در اون در واقع سوئیس آغاز میشه که بعد کنگره‌های مختلفی بوده. من اینو به صورت یک مقاله اگر دوستان تمایل داشته باشن میتونن در تارنمای جنبش به نام سند کیونیم پیدا کنن بخونن و یه سری در واقع رویدادها رو، رویدادهای تاریخی، اتفاقات تاریخی رو بتونن پشت سر هم بگذارن تا بتونن به یک نتیجه ای برسن. این نتیجهش هم خیلی مهم هست، حالا جدای از این که آگاهی آدم داشته باشه از این مسائل بسیار هم نیک هست، نتیجه گیریش هم در پیش درست از آب در میاد. بر روی اسرائیل شاهاک میاد این رو افشا میکنه، اسرائیل شاهاک میاد این رو افشا میکنه در یک در واقع مجله هفته نامه به اسم کیونی که به نام سند کیونی هم معروف میکنه که در اونجا اینها در واقع اون سودای اسرائیل بزرگ، تجزیه خاورمیانه بحث امروز نیست و شرایطی که در برای ایران به وجود آوردن، توطئه‌ای که در سال 57 انجام دادن برای در واقع فروپاشی حکومت شاهنشاهی ایران و در واقع کمک به خمینی گجستک که اینو بیارنش روی کار و تمام پروژه های اینها رو یک به یک جمهوری اسلامی انجام بده که اسرائیل بتونه منافعش رو ببره، که جناب قاسمی کمالپور اشاره کردن بهش و همچنان هم ادامه خواهند داد گفتگوشونو، اینها در سند کیونی عنوان شده که چگونه با کشورها رفتار بکنن، برخورد بکنن، چگونه اینها رو آنالیز میکردن و به قول معروف گفتنی از همه چیز صحبت میشه که به قول معروف گفتنی بتونن این کشورها رو از هم جدا بکنن، به چند هر کشوری رو به چند قسمت تقسیم بکنن که بتونن قدرت بگیرن. دقت فرمودید؟ حالا اون جریان صهیونیست که اون تئودور هت میاد در سوئیس در واقع عنوان میکنه، فکر میکنم قرن 18 اواخر قرن 18 اوایل قرن 19 میلادی بود که بعد در بعد یا بازل سوئیس هم کنگره‌های مختلف اینا انجام میدن، هدفشون حالا اون یک کشوری درست کردن به اسم اسرائیل و بعد گسترش این کشور به چه گونه، با چه عواملی، با چه شرایطی در اون سند کیونی اومده بیرون، که من اینو به صورت یک مقاله تحقیقاتی دروردم که عزیزان میتونن برن بخونن. تمام کشورها، عراق، یمن، سوریه، ایران، فلسطین و و و و و و, و, و.
امروز هم شاهد تمام این جریان ها هستیم. کیسینجر برای مثال میاد از همین این طرح و اون آنالیزی که برگمان لوئیس ایانستیز انجام میده یک طرحی رو اینا باز بیرون میکشن، میان میبرن در وزارت امور خارجه آمریکا و اون رو اجرایی میکنن. یعنی سیاست آمریکا تا به امروز روی این طرح داره انجام میشه. طرحی کیسینجر بود روی همین سند کیونی که باز ریشش در همین یاوه نامه یهودیت هستش. دقت فرمودید؟ وقتی که ما اینها رو میدونیم، پازل ها رو میذاریم کنار هم دیگه، متوجه میشیم که چه فریبی رو در واقع اینها به وجود آوردن در بین مردم ایران و چه منافعی رو در واقع در پی تمام این مسائل دارن میبرن، بهره هایی که دارن میبرن و و و اتفاقاتی که قرار رخ بده به صورت جنگ که حالا جناب قاسم کمالپور بهش اشاره خواهند کرد که بتونن در واقع ایران رو تجزیه بکنن، ایران رو تضعیف بکنن، اصلا از بین ببرنش که بتونن خودشون قدرت باشن. چون وجود ایران، وجود گوهری به نام ایران، بزرگی به نام ایران اصلا اجازه نخواهد داد. در نظر مینوی فلسفی که مثلا یک پوزش میخوام انچوچکی مثل اسرائیل مثلا بخواد بیاد جولان بده، یا یعنی اینکه اسرائیل بزرگی رو اون سودای پشت ذهن و تخیلش رو بخواد پیاده بکنه. بنابراین این صد ایران هست. جمهوری اسلامی هم که دست نشانده خودشون هست از سال 57 کاشتن که تمام این بسترها رو برای رسیدن به این نقشه شو فراهم بکنه. بویانه را سپاس از شما جناب مهربانی عزیز. سعید جان بفرمید. بله من خوشحال میشدم که برم در اون بالای اتاق همون رو گفت بزن ببین گزیده بده که این پابلیک بشه که ما دوستانه دو میلیارد بار زدم سعید جان باید یه راهی داشته باشه، نمیشه اینجوری باشه که نمیدونم. دوستان اگه کسی بلده راهنمایی کنه، چون ما دفعه اول در کلاب هاست، در کلاب خودمون داریم برنامه میذاریم، ادعایی هم نداریم، به خاطر همین اگه کسی میدونه چجوری من میتونم این قفل رو باز کنم یه راهنمایی بکنید ممنون میشم. شوربختانه این قفله این هستش که یعنی هر کسی میخواد الان توی این اتاق باشه بعد اول عضو کلاب بشه از داخل که بعد بتونه وارد اینجا بشه. به خاطر همینم که ما این کارو بخش کردیم، کسی نمیتونه، چون برای منم پیام فرستادن که ما نمیتونیم وارد این اتاق بشیم. خب الان این قفله رو چجوری میشه باز کرد؟ من اینو بعد اون موقعی که چیز میکردی بعد این خب همون بستیم دوباره که برگشتیم بازم نشد متاسفانه. یعنی حتی روی آپشن اوپن بله شما یه باید رو آپشن اوپن بزنی، رو آپشن اوپن بزنم دیگه تو کلاپ رستاخیز برنامه لایو نمیاد. چرا؟ حالا اونو بعدن آره حالا فاصله نمیدن حالا دیگه آره. حالا سعی جان بفهم شما بفهم برازنی زفت میشه این برنامه؟ بله خب بس بسیار عالی. حالا دوستانی که هستن توی کلام هستن اگه نظری صحبتی سوالی مطلبی چیزی هست خوشحال میشیم که گفتگوی داشته باشیم. یعنی نظر دوستان هم بشنوه اونه همین تعدادی هستنی که اینجا هستن خواهده هستن که میتونن اشاره کنن یا بالا جان کمالپور. بله الان یکی از دوستان اشاره کردن که میخوان تشریف بیارم بالا، من اسپیکرشون رو فعال کنم، امیدوارم که اوکی کنن بیان بالا. مهران بله درود بر شما. من روی خط هستم. بله درود بر شما بانم. بله من رهنما هستم. بله و خیلی خوشحالم که در این جمع هستم و به خصوص این که آقای مهربانی و آقای دکتر سروش هم هستن. من مدت هاست که از برنامه های واقعا عالی آگاهانه شما مستفیض میشم.
شما لطف دارید. بله، از واقعا سپاس از زحماتتون، چون برنامه های شما جز آگاهی چیز دیگه ای نداره، برخلاف تمام برنامه هایی که گروه گروه میان میشینن و دیگه جا نداره که من بگم چی. ولی بر تأیید تمام صحبت های شما بر اون وحشتی که ما